متری دورتر از مرکز استان اینجا روستای دویدخت در شهرستان مرزی راز و جرگلان است. این قالی‌های دوروی اوج هنر و ظرافت فرش ترکمن است که به همت خانم آفرین و البته 30 شاگردش که همگی استاد این هنر شدند امروز در دویدخت بافته می‌شود. اون پیاس می‌زنن بر تخم تخم از می‌زنن اون تشن مغاره تام یروم قرن 76 پیاس می‌زنن. طرف راستش اول می‌بافیم بعد می‌ریم طرف چپش. انگار فکر می‌کنی یه روسریه. اینقدر ضعیفه. برخی نقشه های این قالی های قدمتی بیش از 500 ساله دارن که از بین اونها میتوان به ماریگل، ارساره، ساریگل، صندوقگل و آینه‌گل اشاره کرد. قالی درو هر طرفش یه نقشه، بعدش الان این طرفش که میبینین شما مشاهده میکنین نقشه عریسه، اون طرفش یه نقشه دیگه. بافندگان فرش های دوروی ابریشمی از گذشته تا کنون بسیاری از کارها از جمله تولید ابریشم تا مرحله رنگرزی را در همین روستا انجام می دهند. این پوست گردوه، این روناست، روناسته، اینم چوب زرده. معمولاً دستبافته‌های این بانوان بر روی دار قالی خریداری می‌شود و شهرت آن باعث شده تا امروز گردشگران و خریداران این هنر نفیس از خارج از کشور به این روستای دورافتاده بیایند. And in Canada we don't have such carpet making. And it's very nice to see the tradition is kept. پس از اینکه به همت این بانوان قالی‌های دوروی ابریشمی دویدخت به ثبت ملی رسید، تلاش‌ها برای ماندگاری این هنر نفیس همچنان ادامه دارد. در سال 94 هم پرونده ثبت جهانی این اثر در کنار فرش 10 منطقه دیگه ای از کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو ارسال شد که منتظر اقدامات نهایی این پرونده هستیم. با توجه به مرغوبیتی که قالی‌های دوروی ترکمن در بین علاقمندان خود در کشورهای دیگر دارد، امروز ضرورت حفظ این هنر را دوچندان کرده است. بافت این قالی‌های دورو از گذشته تا کنون به صورت استاد شاگردی در این منطقه ادامه دارد. قطعا این دختران هم استادان آینده این صنعت نفیس خواهند بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان راز و جرگلان.